بامداد پنجشنبه در حالی که هواداران سرخابی خود را آماده می کردند تا اخبار نشست خبری سرمربیان تیم محبوب خود را دنبال کنند، خبری شوک‌آور فوتبال ایران را در بهت فرو برد. کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از بررسی اسناد مالی استقلال و پرسپولیس که توسط یک شرکت مستقل انجام شد، طی نامه‌ای به این باشگاه‌ها اعلام کرد اسناد مالی آنها مورد تایید نیست و بنابراین مجوز حرفه‌ای آنها باطل شده است. این اقدام AFC در حالی رقم می‌خورد که چند روز قبل پس از جلسه مشترک میان مدیران باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس با عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال رسماً اعلام شد مشکل صدور مجوز حرفه‌ای سرخابی‌ها برای فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا حل شده است. آقای آجرلو پای کار وایسادن، هم ما بودیم و خدا رو شکر تونستیم نظر موافق هم آقای عزیزی خادم هم آقای مصطفی و آقای عباسی رو بگیریم. جلسه متوقف به امروز نبود، یک اتفاق تو این دو ماه گذشته که از اون جلسه که دست دوستی ما بنده و جناب آقای صدری حضور داشتیم، قول دادیم که تو 3 ماه بتونیم مشکل رو حل بکنیم و گفتیم حل میکنیم انشاءالله به لطف خدا و به کمک همه عوامل و مسئولین فوتبال کشور این اتفاق افتاد. انشاءالله که آنچه که خواسته بودن تحقق پیدا کرد و تیم استقلال و تیم پرسپولیس انشاءالله بتونن در مسابقات آسیایی حضور پیدا بکنن. پس از جلسه مدیران باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس و رئیس فدراسیون فوتبال آقای عزیزی خادم و همینطور داریوش مصطفی رئیس کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های لیگ برتری، از داریوش مصطفی سوال شد اگر AFC مدارکی که شما تایید می‌کنید رو رد کنه چه اتفاقی رخ میده؟ که آقای مصطفی پاسخ دادن خوشبختانه اکثر عمده مسائلی که باشگاه پرسپولیس استقلال داشتن حل شده، مسائل بسیار کوچیکی مونده که با کمک کمیته بدوی، کمیته استیناف، خود رئیس فدراسیون که حسینیتش من ببینید شما میدونید من آدم سریع و لهجه‌ای هستم، خیلی کمک کرد آقای عزیزی خادم، حتی چند بار تلفن کردن که بچه‌ها رو جمع کردن دوران دیگه. امروز به یه نتیجه رسیدیم که توی مملکت میشه هم بسته بود، میشه پیوسته بود، میشه کار کرد. یه اختیاراتی به کمیته استیناف داده که من مسئول جمع AFC که میتونن با امضای من اونا قبول کنن، اونا نمیتونن امضای من قبول نکنن. اگه به من اختیار دادن من باید قبول بکنم. صحبت‌های مدیران عامل باشگاه استقلال و پرسپولیس بعد از جلسه‌ای که با رئیس فدراسیون فوتبال داشتن و در ادامه صحبت‌های داریوش مصطفی و همینطور اقدام شوک‌آور AFC انقدر عجیب بود که حتی یحیی گل محمدی هم نسبت به این موضوع واکنش نشون داد. آخرین مراسمی که من یادم از جلسه‌ای که وجود داشت این بود که همه جشن گرفتن، همه همدیگر رو میبوسیدن، همدیگر رو بغل میکردن به خاطر اینکه مجوز رو صادر کردن و همه خوشحال بودن. الان نمیدونم چه اتفاقی افتاده و چه خروجی داشته، چه اطلاعاتی به بیرون دست پیدا کرده. کنفدراسیون فوتبال آسیا از سال 2002 زمانی که لیگ قهرمانان آسیا را راه اندازی کرد، باشگاه‌ها را ملزم کرد تا با رعایت اصولی به سمت حرفه‌ای شدن حرکت کنند. بر اساس دستورالعمل AFC، هر باشگاهی برای دریافت مجوز حرفه‌ای باید 5 آیتم را داشته باشد: داشتن سخت افزارهای لازم نظیر ورزشگاه اختصاصی و یا ساختمان باشگاه، داشتن آکادمی در حمام رده‌های سنی، درآمدهای شناخته شده از فوتبال مثل ترانسفر بازیکن و همینطور حق پخش تلویزیونی و مباحث این چنینی، نداشتن بدهی به اشخاص مختلف و داشتن تراز مالی مثبت از الزامات کسب مجوز حرفه‌ای است. در این میان در آیتم‌های ابتدایی عملاً استقلال و پرسپولیس کار سختی برای تهیه مدارک ندارن، اما درباره نداشتن بدهی و همینطور تراز مالی مثبت مشکلاتی وجود دارد که حالا گریبان این باشگاه‌ها را گرفته است. از زمانی که باشگاه‌ها ملزم شدن الزامات حرفه‌ای سازی را رعایت کنند، AFC پله به پله پیشرفت
تا در این زمینه به باشگاه‌ها کمک کند. اما از سال 2016 وقتی متوجه شد اسناد مالی باشگاه‌های ایرانی را کمیته صدور مجوز حرفه‌ای با مماشات تایید می‌کند، به این کمیته تذکر داد و بعد از آن به صورت جدی مباحث مالی باشگاه‌های ایرانی را پیگیری کرد. حالا در آستانه فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا، AFC به باشگاه‌های ایرانی اعلام کرده مدارک مالی اونها مورد تایید نیست. پس بنابراین خواسته که مجوز حرفه‌ای اونها باطل و از لیگ قهرمانان آسیا کنار برن. سالهاست که کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه‌ها رو تشویق می‌کنه به سمت حرفه‌ای شدن حرکت کنن، اما مدیران باشگاه‌های ایرانی با دور زدن قوانین سعی می‌کنن مجوز حرفه‌ای رو هم دور بزنن. به قول یحیی گل محمدی، ما بیشتر اسم حرفه‌ای‌گری و فوتبال حرفه‌ای رو داریم یدک می‌کشیم، ولی واقعیتش اینه که سیستم و ساختار باشگاه‌های ما و فوتبال ما از آسیا واقعا عقبه.